کوروش زعیم فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران که برای تحمل حکم 4 سال حبس بازداشت شده بود به بند 8 زندان اوین منتقل شده است. پیش از این شعبه 14 دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای زعیم را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تجمیع پرونده‌های دستگیری و زندان در سال‌های گذشته به 3 سال حبس تعلیقی و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای محکوم کرده بود که نظر به کهولت سن این حبس به مدت 5 سال تعلیق شد. آقای زعیم در پرونده دیگر نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده است. بیژن مهر مسئول خبرگزاری جبهه ملی ایران در آمریکا به بخش فارسی صدای آمریکا میگوید بازداشت آقای زعیم به دلیل فعالیت‌های اخیر او از جمله انتشار چند مطلب انتقادی از حکومت ایران بوده است. ایشون به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شده بودند و اخطار داده بودند که مصاحبه نکنند، چیزی ننویسند و ساکت باشند. اما آقای زعیم در هر موقعیت و در هر فرصتی که به دست می آوردن راجع به منافع ملی، راجع به حق مردم، حقوق زنان و فساد صحبت می کردن، مقاله می نوشتن. دو مطلب آخر ایشون، یکی در مورد شکاف در حکومت که این لایه های فساد رو یکی یکی خودشون آشکار میکنن، و دیگری پیام به روحانیت راستین ایران بود که به نظر میاد این آخری دلیل بازداشت ایشون بوده و میخوان که اون به اصطلاح 5 سال حبس تعلیقی رو الان اجرا کنن. خوشبختانه از نظر جسمانی وضعیت خوبی دارن، اما به هر حال یه آدم 77 ساله با هر مشکلی میتونه روبرو بشه و به خصوص در زندان‌های جمهوری اسلامی که سابقه بسیار بدی در نگهداری از زندانیان داره و بسیاری از زندانیان. جبهه ملی ایران از گروه‌های سکولار و مخالف جمهوری اسلامی است که در سال‌های گذشته اجازه فعالیت رسمی از آن سلب شده و گروهی از اعضای آن بازداشت و به زندان محکوم شدند.